آقای رضا این سوال شما رو من جواب دادم خب میگی که من کار با آخونده و آجون ندارم طبق عقیده اهل سنت در صحیح بخاری و مسلم و هنگامی که در حال بنای مسجد بودند پیامبر اشاره به امار یاسر فرمود و به امار تقتل هو فتر باقیه بعد ولی وقتی که این حدیث بخاری و مسلم نقل کردن از این حادثه ها گذاشته برکی قرن بیش, بیش, از دو قرن گذاشته و در جنگ سفین که بین لشکر مونی علی و معاویه بود معاویه صحابی عمر یاسا به را رتسون پس جشام فرق باقی هستن عرض کردم فرق باقی یعنی چی؟ یعنی سرکش نه معنیش کافر نیست و این یک ثانا قرآن کریم خیلی روشن و واضح میفرماید و ان طاعفتان من المؤمنین اقتتلوا ف اصلحو بینهما ف این بغت اهداهما علی الاخری ف قاتلو التی تبغی حتی تفیه الی امر الله هر دو گروه مسلمان میدونه اگر دو گروه مسلمان با همدیگی جنگیدند و یکی بر دیگری سرکشی کرد سرکشی کفر نیست این سرکشی میتونه اجتهادی باشه این سرکشی میتونه بغی و بغاوت باشه اینجا اجتهادیه یعنی چی؟ یعنی تا زمان معاویه و شیعیانش فکر میکنند که اونا برحقند و علی و شیعیانش فکر میکنند که اونا برحقند و هر دوشون اهل سنت تا این زمان هنوز فرقه زاله امامی اصناعشری با امامت من در ظاهر نشده خب این یک ثانیان علی علیه السلام اونها رو مسلمان میدونه میگه اخوان نو بگو علینا بابا نه نه رو بلکه خوارجی را که بر علیه علی شمشیر برداشتن میگه اخوان نو بگو علینا برادران ما هستند ولی که بر ما باقی کردن سرکشی کردن این منطق اهل سنت شیعه منطقو نداره خوارجی منطقو نداره دوائش منطقه ندارن تکفیر و تکفیر و تکفیر بس اهل سنت تا میتونن مردم به طرف اسلام میارند فرق از زاله از خوارش تا روافه تا میتونن از مردم از اسلام بیزار میکنن ولی من از شما خواهش میکنم با سعه صدر اینا رو بخونم با شما الان با دیده ها شیعه داری نگاه میکنم میگه من با اونا کاری ندارم لیکن ذهنت نمیتونه ازش دور باشه ولی از نصیحتم بر شما این بود که از شیعان منصف یک کتاب در این مورد بخون یک کتاب از جمله شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت که نویسندش یک نفر عالم برجسته قومیه که دکتر علی شریعتی اونو به نام استاد خطاب میکنه استاد هدر قلم قلمداران و این یه مطلب مطلب دوم روزی میاد که ایرانیان عموما این خرتپرت هایی که راجب بشره تاریخ اینا رو میندازن دور به خدا برن روز قیامت من تو مسلمان قرن بیستی کمی رو نه از علی سوال میکنن نه از ماویه. از هیچ کدوم از مسائل تاریخی از من شما سوال نمی کنند تلک امت قد خلت لها ما کسبت و ما کسبتم ولا تسلون اما كانوا یعملون اون ها امتیند رفتن قاضی القضات خداونده صد در صد دیمی برادر ارجمن روز قیامت از اینکه که شما معاویه رو تکفیر کنید از یه سوال میشه از اینکه که نشناسیدش نه علی رو نه معاوی رو از سوال نمیشه چرا علی رو نشناختی چرا معاوی رو نشناختی چرا عمر رو نشناختید چرا ابو بکر رو نشناختی از سوال نمیشید آنچه سوال میشید از پیغمبره قرآن توحید رسالت بس سوالای قبر پروردگارت که از توحید سوال میشید کتاب چیه از قرآن پیغمبرید. این سوال ها را آماده بکن و بدون که در ایران و در تشیع همچنان که به دین دست بر زده شده در معرض تاراج قرار گرفته روحانیت مدعی تشیع همون بازی را با اسلام کرده که روحانیت یهود و نصارا با اسلام ایساوی و اسلام موسوی کرده راجع به تاریخ هم همین کار کرده ولی من شما نصیحت کردم که تاریخ رو یک بار دیگه درستشو بکن اما اینکه چرا بر معاویه ترازی میکنیم برکه معاویه کاتب وحیه فرض کنیم فرض کنیم همچون که اهل سنت همین اعتقاد دارن که علی به حق نزدیکتره تا معاویه لکن ای ای این اختلافات اختلافات اجتهادیه آقای طالغانی خدا رحمتش کنه وقتی اومد در مجلس خبرگان اومد مرد متواضعی ای بود نشست پیش برادرم مولانا عبدالعزیز روزمین نشست گفت حضرت مولانا من یه سوال دارم راجب معاویه مولانا شوخ مزاج بود گفت اگر راجب معاویه موا... راجب بود ما به کوتاه کتاه میامدیم لکن شما جلوتر میدیم گفت یه خوردم هم راجب عثمان گفت نگفتم به شما بعدشون توضیح داد جناب آیت الله این اختلافات اختلافات رأی و اجتهاده لیکن انصاف انصاف طالقانی رو ببین و تعصب خمینی رو طالقانی گفت که اگر چنین خداوند رضی الله عنهم و عنه و رضوان عنه خداوندشون راضی باشه اما خمینی پلید و مشرک و غالی رو وقتی مولانا ابوالحسن ندوی در عراق رفت باش ملاقات کرده بود وقتی که دست دعا برداشت که ربنا لا تجعلنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا میگه خمینی داشت دعا میکرد وقتی اینو میخونیم دستاش آورد پایین این تفاوت دو تا انسان و دو تا دیدگاهه. کسانی را که یاران پیغمبران اصحاب پیغمبران قرآن از چون اعلان رضایت کرده چطور کسی رو کاتب وحی بوده شما میدونید که دنیا چقدر راجع به دنیا و دنیا اسلام راجع به مدیون امامیان راجع به نشر اسلام بعض از خلاف راشتین بیشتری فتوحات اینا انجام دادن این یزید که شیعی همه بهش فوش میده کل حسنات دولت عثمانی که شیش قرن از مسلمانان دفاع کرد در صحیفه اعمال یزیده چرا چون بواسیره او مسلمان شدن لیکن شما تاریخ رو به طور چپه نشون دادن همه تاریخ رو نشون دادن جنگ علی و معاویه جنگ اومویان و, و علویان در صورتی که اینچونی نیست اصلا دشمنی بین اهل بیت و بین صحابه پیغمبر وجود نداشته یه اشتباه پیش اومده حسین و شیعیانش فریب دادن بیست هزار امضا نوشتن وقتی رفت اونجا خودشون باش جنگیدن یک نفر شامی از قاتلان حسین نیست رضی الله تعالی عنه و اهل سنت هم به که علی از معاویه به حق و حقیقت تره لیکن اختلافات اختلافات اجتهادی اختلافات رأیه اگر این اختلافات شما با معیار امروزی هم مقایسه کنید میبینید که نه معاویه حق داره خون عثمان ازش بخواد الان کسی خمینی رو بکشه خمینی که به درک واصل شد خدا لعنتش کنه ای رو بکشه خب البته ما بهش میگیم دستش درد نکنه از بس که این مرد خونخوار آدم کشته مثال عرض میکنم اون موقع طرفداران ای میان با او بیعت میکنن یا میگن که خون ای باید گرفته بشه اصلا به همین سادگیه لیکن بیا و تو پاک کن روز قیامت من شما از علی سوال نمیشیم از معاویه سوال نمیشیم از خدا و رسول سوال میشیم اونقدر تشیع راجب اشخاص غلو کرده خدا و رسول رو فراموش کرده مصیبت اینجاست